بینندگان گرامی سلام و درود بر شما. به یک بسته تازه خبری از دری میدیا خوش آمدید. گزارش های تازه از گشت‌زنی تیارهای آمریکایی در ولایت های مختلف کشور حکایت کرده و قاری فصیح الدین فطرت گفته است که همه طالبان انتحاریان. همزمان با این عبدالحمید خراسانی در سخنان بی سابقه ای بر احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت حمله کرده و وی را بی‌ناموس خطاب کرده است. احمد مسعود اگر ما را امارت اسلامی را مجاهدین بی‌ناموس خطاب کرده، خب بی‌ناموس خودش و پیروانش است. بی‌ناموس خودش است که در اروپا برادر فامیل. در همین حال وزیر صنعت طالبان با مقامات ترکمنستان دیدار و گفتگو کرده است. از سوی هم دبیر کل سازمان ملل متحد از 24 حمله جبهه آزادی بر نظامیان طالبان خبر داده است. با ما باشید و از جزئیات این اخبار و چندین گزارش تازه و مهم دیگر آگاه شوید. اما قبل از آن جهت حمایت از ما لطفاً ویدیو را لایک نموده و اگر تازه به کانال ما مراجعه کرده اید آن را سابسکرایب کنید. قاری فصیح الدین فطرت رئیس ستاد ارتش طالبان میگوید که هنوز هم حریم هوایی افغانستان در کنترل آمریکا است و هواپیمای بی سرنشین آمریکایی گاهگاهی در حریم هوایی کشور گشت‌زنی میکنند. جنگنده های بی پیلوت بلی ها گاهگاه گشت‌زنی میکنه و از طرف آمریکایی ها هنوز هم در اشغال هستند. و باور وی احتمالاً این هواپیماها از خاک یکی از کشورهای همسایه داخل افغانستان می شوند. این مقام طالبان همچنان از لغو کندک های ویژه انتحاری خبر داده و افزوده است که پرسنل این کندک ها جذب نیروهای ویژه ارتش طالبان شدند. فطرت خاطر نشان کرده که اگر افغانستان بار دیگر مورد تهاجم قرار بگیرد همه ی جنگجویان طالبان انتحاری خواهند بود. بار دیگر بخواهند که افغانستان مورد تهاجم و تجاوز قرار بتن و اشغال بکنند کلی نیروهای ما در برابر از وایست شاد استند. بر اساس اظهارات قاری فصیح الدین فطرت شماره کل نظامیان طالبان که در چوکات وزارت امور داخله، دفاع و استخبارات آنان فعالیت می‌کنند به 500 هزار تن رسیده است. گفتنی است که قاری فصیح الدین فطرت پیش از این نیز از گشت‌زنی تیارهای آمریکایی در آسمان افغانستان خبر داده و منابع محلی نیز این موضوع را تایید کرده بود. حتی برخی از گزارش‌ها و ادعاهایی هم مطرح شده است که برخی از این تیارها دست به حمله نیز زده و در ولایت‌های غزنی و هلمند تلفاتی را نیز وارد کرده است. همزمان با این محبوبه سراج در سخنان تازه گفته است که اگر در افغانستان حکومت همشمول ایجاد نشود و به حقوق زنان توجه نگردد ممکن است که جهان بار دیگر بر افغانستان حمله کند و افزوده است که جهان با تمام چالش ها اما این توان و قدرت را دارد و وی به همه طرف ها هشدار می دهد که پیش از آن که ناوقت شود باید از فرصت ها استفاده شود. افغانستان ما بس بروش بسته کنیم و هیچ امکانات برش نمانیم. این ریاگرایش هست تو با دنیا امکان در مقابلش هستان شد. بسیار امکان داره. در همین حال عبدالحمید خراسانی در سخنان تازه‌ای به احمد مسعود توهین کرده و وی را بی‌ناموس گفته است. این مقام تاجک تبار طالبان افزوده است که احمد مسعود در خارج از کشور و در کشورهای کفری زندگی می کند و مردم را بر علیه نظام اسلامی تحریک می کند. و گفته وی امر به معروف یک امر اسلامی است و در کشورهای همسایه ما نیز وجود دارد. بی‌ناموس خودش است که در اروپا برادر فامیلی در یک نظام کفری این چیز میکنه، برادر زندگی میکنه، عزت آبرو و حیا و حجاب ارزش هم نمیفهمه. شماری از آگاهان اما از طرفهای متعدد میخواهند تا به نفاق و دشمنی دامن نزنند و از توهین و اهانت پرهیز کنند. آنان میافزایند که تنها راه حل مشکلات افغانستان همدیگر پذیری است و از حذف و نابودی کاری ساخته نیست. همزمان با این دبیر کل سازمان ملل میگوید جبهه آزادی از اول نوامبر 2023 تا 10 جنوریه امسال 24 حمله تایید شده علیه نیروهای طالبان انجام داده است.
با این حال آنتونیو گوترش در گزارش فصلی خود نوشته است که مخالفان مسلح طالبان هیچ چالش سرزمینی برای این گروه ایجاد نکردند و هیچ نقطه‌ای را نتوانستند تا تحت کنترل و تصرفشان درآورند. طالبان اما میگویند که آنان بر 100% خاک افغانستان مسلط شده و هیچ جنگی در کشور وجود ندارد. همچنین نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان با وزیر خارجه، معاون شورای وزیران و مسئولان اداره‌های نفت و گاز، صنعت و تجارت و راه آهن ترکمنستان دیدار کرده است. به گفته یه طالبان در این دیدارها روی گسترش روابط اقتصادی، ترانزیتی، راه لاجورد و استفاده از ظرفیت‌های دو کشور در جهت رشد تجارت گفتگو شده است. گفته نیست که هرچند ترکمنستان مانند کشورهای دیگر رژیم طالبان را به رسمیت نشناخته است، اما با آن رابطه نزدیک دارد. از سوی هم رینا امیری نماینده ویژه آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان میگوید که فراگیری حقوق بشر و مشارکت کامل زنان در جامعه را نمیتوان نادیده گرفت یا از اولویت خارج کرد. او تاکید کرد که برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر اقتصادی، رادیکال شدن و ادامه جنگ در افغانستان، حقوق بشر و مشارکت کامل زنان در جامعه ضروری است. همچنین و به دنبال تنش‌ها بر سر حقابه میان طالبان و ایران، نوار تصویری رسیده به رسانه‌ها نشان می‌دهد که آب رها شده از افغانستان وارد خاک ایران شده است. طالبان اما تاکنون در این مورد جزئیاتی ندادند. پیش از این مقامات طالبان گفته بودند که خواهان ارتباط خوب با ایرانند، اما آبی وجود ندارد تا آن را به ایران بدهند. در همین حال مایکل مک‌کال رئیس کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا میگوید که قرار است این کمیته نشستی را در مورد خروج فاجعه‌بار از افغانستان با حضور دو مقام ارشد نظامی این کشور برگزار کند. بر اساس بیانیه این کمیته این نشست به تاریخ 19 ماه جاری میلادی برگزار خواهد شد. از سوی هم منابع محلی در غزنی میگویند که در پی وقوع یک رویداد ترافیکی در شاهراه کابل قندهار دست کم 9 تن جان باخته و 12 تن دیگر زخمی شدند. منابع تایید میکنند که این رویداد ناشی از برخورد یک اراده موتر مسافربری نوع 580 با یک موتر باربری و وقوع پیوسته است. همچنین منابع محلی در هرات میگویند که در منطقه شهیدایی این ولایت بیش از 1000 گلخانه از بین رفته است. آنان می‌افزایند که این گلخانه‌ها یا محل نگهداری گل‌ها بر اثر سرمای شدید هوا از بین رفتند. در همین حال مقام‌های محلی طالبان در هلمند میگویند که بارندگی‌های اخیر در این ولایت جان 8 تن را گرفته و 1 تن را زخمی کرده است و گفته یه طالبان در اثر این بارندگی‌ها دست کم 212 بابخانه به گونه کامل تخریب شدند. دوستان گرامی، به پایان این بسته خبری رسیدیم. تا سلام دیگر، الله نگهدار.